جنجال خاموش در پنجشیر در جریان است. به نام خداوند بخشاینده مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از جدیدترین ویدیوهای روزانه ما نیز با خبر شوید. جنجال خاموش در پنجشیر در جریان است. بر سر جانشینی فرمانده مرحوم گدا محمد خالد، کشمکش ارگ و مردم شروع شده است. فرمانده گدا رئیس شورای مجاهدین پنجشیر بود و اکنون امرالله صالح پلان دارد که فرمانده گلحیدر را به جای وی نصب کند. فرمانده گلحیدر نفر خاص شورای امنیت و مجری برنامه های خرابکارانه ارگ در پنجشیر است و مبالغ کلان پول در اختیار وی گذاشته شده تا ناهمواری ها برای رسیدن به هدف را از میان بردارد. منابع مجاهدین می گویند که اگر گلحیدر به ریاست شورای مجاهدین منصوب شود، باید فاتحه مجاهدین را که همانند دژ استوار مقاومت علیه استبداد در صحنه استاده اند خواند. ترسشان از بین رفته و قربانی معامله گروه جدیدی از سوداگران خواهند شد. در عین حال 132 مورد خشونت علیه خبرنگاران. طالبان و داعش مستقیما رسانه ها را هدف قرار دادند. 8 صبح کابل، گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان از وضعیت خبرنگاران در جریان سال 2020 میلادی نشان می دهد که میزان خشونت ها علیه خبرنگاران نسبت به سال گذشته با 132 مورد حدود 26% افزایش داده شده است. در گزارش سالانه این کمیته که روز پنجشنبه 16 دبر منتشر شد، به وضعیت عمومی خبرنگاران طی سال 2020، قتل های هدفمند خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای و تاثیر آن بر کار رسانه‌ها، چگونگی تحقیق قضایای قتل توسط حکومت، گفتگوهای صلح و جایگاه آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها و طرح حراست از آزادی بیان و رسانه‌ها پرداخته شده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته است که در سال 2020 132 مورد خشونت به ثبت رسانیده است. این خشونت ها شامل زخمی، لتکوب، اختطاف، اشکال مختلف تهدید، سرقت و برخورد غیرقانونی علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه ها است. طبق معلومات این کمیته، میزان خشونت در سال 2020 در مقایسه با سال 2019 میلادی 26% افزایش داشته است. این در حالی است که در سال 2019 میلادی 105 مورد خشونت به ثبت رسیده بود. کمیته مسئولیت گفته است که در سال 2020 میلادی به تعداد 7 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شده اند. از این میان 5 تن آنان در نتیجه ترورهای هدفمند و 2 تن آنان در نتیجه انفجار ماین به قتل رسیده اند. به همین ترتیب این کمیته افزوده است که در جریان سال گذشته میلادی 10 خبرنگار مورد لتکوب قرار گرفته و 47 تن دیگر تهدید شده اند. افزود بر این با 28 خبرنگار بدرفتاری، توهین و تحقیر صورت گرفته است. با 13 خبرنگار و کارمند رسانه ای برخورد غیرقانونی توسط مدیران و مالکان رسانه ها صورت گرفته. 7 خبرنگار اختطاف شده و 2 خبرنگار و کارمند رسانه ای در حال اجرای وظیفه و وسایل کارشان سرقت شده است. بر اساس آمار و ارقام جمع‌آوری شده توسط کمیته طالبان و داعش، مسئول بیشتر خشونت‌ها و تهدیدها علیه خبرنگاران شناخته شده اند. این نهاد هرچند تصریح کرده است که خشونت‌ها و تهدیدات علیه خبرنگاران از سوی مسئولان حکومتی نیز انجام شده، اما کمیته مسئولیت آن را خفیف خوانده است. در گزارش آمده است که تهدیدات و خشونت های اعمال شده از سوی گروه طالبان و گروه داعش عمدتاً خشن و خونین بوده است. نجیب شریفی رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در این خصوص گفته که افزایش حملات و ترورهای مستقیم بر خبرنگاران در ختم سال 2020 وحشت و هراس گسترده ای را در میان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای خلق کرده است.
او افزود که این حملات برنامه‌های تولیدی رسانه‌ها را کاهش داده و سبب خود سانسوری در میان رسانه‌ها شده است. او افزود اما با وصف همه تهدیدها خبرنگاران و رسانه‌ها شجاعانه کار اطلاع رسانی را پیش برده و رسالت خود را در قسمت مسلک مقدس خبرنگاری ادا می‌کند. از سوی دیگر کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان بیان کرده است که تأثیرات ناگوار اقتصادی ویروس کرونا نیز باعث چالش‌های برای رسانه‌ها شده است. این کمیته افزوده است که این تأثیرات سبب کاهش تولید محتوا در رسانه‌ها شده است. طبق معلومات این نهاد، ده‌ها خبرنگار به دلیل مشکلات اقتصادی در دوران کرونا وظیفه‌شان را از دست داده‌اند. کمیته مسئولیتی که وضعیت عمومی رسانه‌ها را بررسی کرده گفته است که در سال 2020 میلادی جامعه رسانه‌ای کشور از نبود یک برنامه منسجم در تیم مذاکره کننده دولت افغانستان در دوحه برای حراست از حقوق اصلی و اساسی آنها از جمله آزادی بیان نگران بوده است. در گزارش آمده است مخالفت ایدئولوژیکی گروه طالبان با این ارزش‌ها نگرانی‌ها را در قسمت آینده آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها افزایش داده است. همچنان عدم موجودیت برنامه‌های جامع و مدون از جانب هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در قسمت حراست از آزادی بیان در جریان پروسه صلح به این نگرانی‌ها افزوده است. در این گزارش روی عملی شدن طرح حراست از آزادی بیان و رسانه‌ها تاکید شده و به باور کمیته ایجاد کمیته حراست از آزادی بیان و رسانه‌ها نگرانی جامعه رسانه‌ای در جریان مذاکرات صلح را تا حدی رفع می‌کند. همچنان از حکومت و نهادهای بین‌المللی خواسته شده تا در مورد پیشنهادات جامعه رسانه‌ای کشور توجه جدی کند. گزارش کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در حالی از افزایش چشمگیر خشونت علیه خبرنگاران خبر می‌دهد که پیش از این خبرنگاران بدون مرز گفته بودند که افغانستان از کشورهای خطرناک برای خبرنگاران و رسانه‌ها است. این در حالی است که کمال ناصر اصولی یکسانسازی معاشات توهین به نمایندگان پارلمان است. معلم باید جایگاه خود را بشناسد. معلم فقط با چند اطفال در ارتباط است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. خدایار و نگهدارتان اوقات خوش داشته باشید. تا ویدیوی دیگر بدرود.